از سال 1980 که با استقرار نظام اسلامی در میهن و جنگ ایران و عراق، خون و جنگ و تباهی میهن را فرا گرفته بود، سیاوش اوستا همزمان با تلاش‌ها و پژوهش‌های تاریخی و روشنگرش، ایرانی اندیشیدن، نام ایرانی گزیدن و از تاریخ ایرانی بهره بردن را نیز رایج کرده و با برگزاری جشن‌های ملی و میهنی، شور و نشاط و شادی را به خانه‌های غمزده و اندوهگین ما آورد. وی از سال 1985 با انتشار سالنامه و تقویم آریای میترایی، هر روز از 365 روز سال را به یاد شخصیتی و یا پدیده‌ای نامگذاری کرد. در چنان شرایطی که هیچ جشنی در تقویم جمهوری اسلامی جز مرگ و میر تازیان و قربانی کردن گوسفندان نمی آمد و حتی جشن نوروز و 13 بدر را روز طبیعت نامیده بودند، سیاوش اوستا در سالنامه آریای میترایی همه جشن‌های نوروز و 13 بدر، یلدا، سده مهرگان را در کنار نام‌های پرافتخار اندیشمندان بزرگی چون زرتشت، پیروز پارسی یا همان فردوسی، خیام، کوروش بزرگ، مولوی، حافظ، سعدی، رودکی، نادرشاه، رضاشاه، بابک خرمدین و دیگر سرداران و سربازان قهرمان تاریخ و ده‌ها تن دیگر را ثبت کرد. 25 اردیبهشت یاد روز پیروز پارسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی است. این روز بزرگ را به همه مهربانیاران شاد باش میگوییم. جز به شادی نکوشیم و زاد روز بزرگان ایرانی را در پارک ها، سالن ها و آرامگاه هایشان با آهنگ و ترانه و دستفشانی و پایکوبی جشن بگیریم. به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآیید و پا میزنید، به میدان برآیید و پا میزنید، به ذهن زمان نقش نو میزنید. به نام خدای جهان آفرین، به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآیید و پا میزنید، به میدان برآیید و پا میزنید، به ذهن زمان نقش نو میزنید. جهان عرصه عبرت آموزی است، جهان عرصه عبرت آموزی است، شکست اولین گام پیروزی است، جهان عرصه عبرت آموزی است، جهان عرصه عبرت آموزی است، شکست اولین گام پیروزی است، به میدان چو یادی ز ایران کنیم، به میدان چو یادی ز ایران کنیم، زمین و زمان را گل افشان کنیم، به میدان چو یادی ز ایران کنیم، به میدان